درود بر یاران و همراهان گذار از استبداد به دموکراسی و داد. امروز شنبه 20 اردیبهشت 1399 برابر با 9 ماه می 2020. مروری خواهیم داشت بر مهمترین رویدادها در هفته‌ای که گذشت. متخصص بیماری‌های عفونی و عضو کمیته کشوری کرونا مسعود مردانی درباره خطر موج دوم شیوع ویروس کرونا در ایران هشدار داد و گفت امروز شهر تهران در وضعیت قرمز قرار دارد. او تاکید کرد قسمت عمده این موضوع مربوط به بازگشایی‌هایی است که صورت گرفته. از سوی دیگر عده‌ای از افراد اقدام به سفر می‌کنند تا جایی که ورودی شهرهای شمالی در تعطیلات آخر هفته بالاست. پرویز قزلباش، رئیس دانشگاه علوم پزشکی زنجان، روز شنبه 20 اردیبهشت ماه اعلام کرد که در زمان حاضر حدود 19,000 بیمار مشکوک به کرونا در استان تحت قرنطینه هستند. اما تاکید کرد که چنین تعدادی از بیماران مشکوک به کرونا نشان از احاطه سیستم بهداشتی و درمانی استان زنجان در زمینه بیماریابی و تست بیماران توصیف کرد. قزلباش همچنین گفت که در روزهای اخیر از 10,000 نفر در استان زنجان به صورت سرپایی تست آزمایشگاهی گرفته شده که تست بیش از 1,000 نفر مثبت شده و این افراد به طور قطعی به کرونا مبتلا شدند، در حالی که بیش از 50%شان هیچ علامتی نداشته و کمتر از 46% نیز نشانه های این بیماری را داشتند. حامد مظاهریان، معاون شهرداری تهران، از ابتلای 392 نفر از کارمندان این مجموعه به ویروس کرونا و کاهش 40% بهره‌وری نیروی انسانی شهرداری در پی شیوع این بیماری خبر داد که 9 نفر از همکاران شهرداری و 3 نفر از کارکنان بخش خصوصی طرف همکاری با شهرداری فوت شدند. و پیشتر از این ناهید خداکرمی، رئیس کمیته سلامت شورای شهر تهران، اعلام کرده بود که روزانه در تهران بین 70 تا بالای 100 نفر بر اثر ابتلا به کرونا یا مشکوک کووید 19 دفن میشن. محمد جواد حق‌شناس، رئیس کمیسیون فرهنگی شورای شهر تهران، از نبود شفافیت در آمار وزارت بهداشت درباره مبتلایان و جان باختگان کرونا انتقاد کرد. در این میان ما بازداشت صدها افشاگر حقایق مربوط به کرونا را داشتیم. فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی امروز شنبه 20 اردیبهشت 9 می از شناسایی 1300 سایت اینترنتی و بازداشت 320 شایعه ساز کرونایی خبر داد. پاسدار اشتری گفت یکی از موضوعاتی که در روزهای اول باعث نگرانی و تشویش اذهان عمومی میشد فضای مجازی بود که پلیس پاتو با افرادی که در این فضا شایعه پراکنی میکردند برخورد قاطع و قانونی کرد و بیش از 1300 تار نمارو شناسایی و 320 نفر را نیز دستگیر کرد. هفته گذشته روز سوم ماه می رو داشتیم. روز جهانی آزادی مطبوعات. در حالی فرا رسیده که شیوع ویروس کرونا در جهان این آزادی بنیادین رو بیش از پیش در معرض خطر قرار داد. جمهوری اسلامی ایران از بحران شیوع ویروس کرونا در جهت سرکوب آزادی مطبوعات استفاده می‌کند. سازمان گزارشگران بدون مرز در این زمینه اعلام کرده رژیم ایران برای به جای اطلاع رسانی در مورد واقعیت این بیماری همه‌گیر عدم شفافیت خودش رو بیشتر می‌کنه و از بحران سلامتی بهره می‌گیره تا آتش تبلیغات ضد آمریکایی رو تندتر و تحریم‌های اعمال شده توسط ایالات متحده رو محکوم کنه. علاوه بر بازداشت‌ها، همچنین جمهوری اسلامی از این فرصت استفاده کرده و انتشار نسخه کاغذی نشریات و روزنامه‌ها رو برای مدتی متوقف کرد. صدها روزنامه‌نگار و کارکنان بخش فنی این روزنامه‌ها در خطر بیکاری قرار گرفتند. عباس عبدی، رئیس انجمن صنفی روزنامه‌نگاران استان تهران، این اقدام رو پدیده‌ای خطرناک بوده و مصطفی ایزدی در روزنامه آرمان ملی نوشت این سوءظن وجود داره که در پس تعطیلی موقت رسانه‌های مکتوب تمهیداتی اندیشیده شده تا بخوام به طور کل از چاپ روزنامه ها جلوگیری کنم.
البته روزنامه‌هایی که دولت پشتیبان اونهاست از این تعطیلی مسئول هستند. اما تعدادی از روزنامه‌های مستقل که در کشور باقی موندن تا گاهی اوقات نقد می‌کنن و حرف مردم رو بزنن، با این روش به مرگ دچار میشن. رسانه‌ها ارتباط مستقیم با دموکراسی دارن که میتونن به عنوان یک دیدبان قدرتمند در یک جامعه باز از سوء استفاده‌های قدرت حاکم، فساد و روابط ناصحیح پرده بردارن و اگه بتونن در فضای آزاد کارشون رو انجام بدن و حمایت‌هایی داشته باشن، بتونن این کار رو به خوبی انجام بدن، میتونن صدای مردم رو منتقل کنن و قدرت حاکمه رو همیشه پاسخگو نگه دارن. پس ارتباط خیلی مستقیم بین دموکراسی و رسانه‌های آزاد وجود داره. اما امسال هم روز جهانی آزادی رسانه‌ها در حالی فرا رسیده که در رده‌بندی‌های جهانی ایران در میان بزرگترین دشمنان آزادی مطبوعات قرار گرفته و یکی از بزرگترین زندان‌های جهان رو برای روزنامه‌نگاران و فعالان رسانه‌ای ساخته. وضعیت آزادی بیان در ایران به شدت وخیمه. نمونه بارز این رفتار رو امروز میتونیم در فضای بحران زده و پر از فساد در ایران ببینیم. قاعدتاً رابطه بین آزادی بیان و فساد هم در عرصه سیاسی و هم در عرصه اقتصادی خودش رو به وضوح نشان میده که نتیجه این گونه محدودیت سازی ها برای رسانه ها و نتایج این گونه برخورد های قضایی با روزنامه نگاران، فعالین رسانه ای و رسانه های آزاد که قرار هست به عنوان رکن چهارم در جامعه فعالیت کنند و به عنوان چشم بینای مردم بر ارکان قدرت حاکمه نظارت داشته باشند، امکان بیان دیدگاه هاشون به صورت آزاد وجود نداره و این میشه که با جامعه مواجهی مثل امثال خاوری ها و انواع اقسام فسادهای سیاسی که در اون به وجود میاد و هیچ کس هم صحبت نمی‌کنه. گزارشگران بدون مرز اعلام میکنه سانسور رسانه‌ها و سرکوب روزنامه‌نگاران به اندازه تاریخ جمهوری اسلامی قدمت داره، به طوری که در یه بازه زمانی حدود 30 سال، یعنی از سال 1358 تا 1388، دست کم 860 روزنامه‌نگار در ایران بازداشت، زندانی یا حتی اعدام شدند. بازداشت‌هایی که هنوز هم ادامه داره و در مواردی به حکم زندان هم منجر میشه. توهین به رهبر جمهوری اسلامی یا سایر مسئولان، تبلیغ علیه نظام، نشر اکاذیب، اجتماع و تبانی جهت ارتکاب جرم علیه امنیت ملی از جمله اتهام‌هایی هست که طی سال‌های اخیر در پرونده فعالان رسانه‌ای مطرح و در بسیاری از موارد منجر به صدور حکم زندان یا حتی شلاق اونها شده. در سالیان اخیر متاسفانه هرگز دادگاه خاص مطبوعات که به جرائم ویژه روزنامه نگاران رسیدگی کنه تشکیل نشده و صرفاً برای تعدادی از صاحبان مطبوعات و مدیران مسئول مطبوعات دادگاه ویژه مطبوعات تشکیل شده. اما برای روزنامه نگاران هرگز دادگاه مطبوعات با حضور هیئت منصفه تشکیل نشده و این هم یکی از موارد نقض حقوق بشر و نقض حقوق روزنامه‌نگاران در ایران است. رادیو تلویزیون به عنوان رسانه‌هایی که در بسیاری از کشورها نقش مهمی در اطلاع رسانی، آموزش و ارتقای فرهنگ جامعه دارند، در ایران متأسفانه صدا سیما مسئولیت رسانه خودش رو به درستی انجام نمیده. در واقع صدا سیمای جمهوری اسلامی بخش تبلیغاتی حکومت محسوب میشه. یک چنین دستگاه عریض و طویلی به نام رسانه ملی وجود داره و هر ساله بودجه بسیار بزرگی رو میبلعه و به اسم رسانه نه تنها تبلیغات به خورد مردم میده، بلکه در یک سری کارهای امنیتی هم مشارکت داره، نقش داره و اون رو کارگردانی میکنه، از جمله پخش اعترافات تلویزیونی، فیلم‌ها، مستندهایی که به قصد بدنام کردن چهره‌های مدنی، فعالان حقوق بشر و عملاً یه مکانی شده برای نهادهای امنیتی که بتونن حرف‌ها و روایاتشون رو از اتفاقات و عملکرد خودشون رو از طریق صدا و سیما تبلیغ کنن و از طریق این موضوع به اهداف غیر انسانی که دارند برسن. در جدیدترین رده‌بندی سازمان گزارشگران بدون مرز، در میان 180 کشور مورد بررسی، ایران در جایگاه 172 قرار گرفته.
گزارشی که در اون تاکید شده ایران در 40 سال گذشته یکی از سرکوبگرترین حکومت‌ها برای رسانه‌ها و خبرنگاران بوده. گزارشی که علاوه بر قوه قضاییه و وزارت اطلاعات، سپاه پاسداران رو هم مسئول این سرکوب‌ها می‌دونه. رضا معینی مسئول بخش ایران در گزارشگران بدون مرز درباره وضعیت ایران اینطور میگه: واقعیت این هست که ایران از همون آغاز تا امروز همواره در همین جایگاه بوده. یعنی از سال 2002 که ما این رده‌بندی رو منتشر می‌کنیم، همواره ایران در میان 15 کشور آخر رده‌بندی قرار گرفته و تغییر آنچنانی هم نکرده. زمینه‌های مشخص اون هم وضعیتی هست که امروز در ایران حاکمه. یعنی بازداشت‌های خودسرانه‌ای که در سال‌های گذشته افزایش پیدا کرده، محسوسادی شبکه‌های اجتماعی و اعمال تضییقاتی برای اینترنت و به شکل کلی وضعیت روزنامه‌نگارانی که در ایران میتونن در هراس و وحشتی باشن که ما در این گزارش گفتیم. یعنی میتونم بگم که ایجاد هراس افکنی یکی از مشخصه‌های جهانی در رابطه با وضعیت آزادی و اطلاع رسانی در جهان است که در ایران این مورد به شکل مشخص در همین چارچوبی که گفته شده تبلور بیشتری پیدا کرده. امسال هم روز جهانی آزادی رسانه‌ها در حالی فرا رسیده که رده‌بندی‌های جهانی ایران رو در قعر جدول آزادی رسانه‌ها می‌دونه و به دلیل ایجاد محدودیت برای مطبوعات و فیلترینگ اینترنت و شبکه‌های اجتماعی، ایران همچنان یکی از بزرگترین زندان‌های جهان برای فعالان رسانه‌ای به شمار می‌ره، با ده‌ها روزنامه‌نگار و شهروند خبرنگارانی که در زندان به سر می‌برند یا به وثیقه آزادند و منتظر حکم نهاییشون.